ما زمانی می توانیم به فضل الهی آموز پرورش را به مدرسه تربیتی سلیمانی تبدیل کنیم که از تشتت و تفرقه بپرهیزیم. اشارات چند باره یوسف نوری به قاسم سلیمانی و تأکید بر اینکه باید در مدارس دانش آموزانی با الگوی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه تربیت کرد. روز گذشته سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش کابینه 13 با اظهاراتی از این دست در مجلس حضور یافت تا طلسم این تنها وزارتخانه بی وزیر دولت را بشکند. بنابراین مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد. اما یوسف نوری که با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده در مجلس توانست وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را در دست بگیرد، چه سوابقی دارد؟ سوابق آقای نوری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی زیر مجموعه آموزش و پرورش از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و یا دیگر نهادهای اقتصادی از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده و در حوزه‌های آموزشی و موضوعات اجرایی مربوط به آموزش و پرورش سوابق کمتری داشته. ابراهیم رئیسی پیش از معرفی آقای نوری دو گزینه دیگر، حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده بود، ولی مجلس به این دو فرد پیشنهادی او رأی اعتماد نداد. اما دلیل عدم اعتماد اکثریت مجلس به دو گزینه اول و اعتماد به یوسف نوری چه بود؟ دلیل رأی مجلس را شاید باید این دونست که آقای نوری نزدیک به حمیدرضا حاجی بابایی نماینده قدرتمند مجلس و وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد بوده، در حالی که آقای باغگلی گزینه آقای رئیسی یا به تعبیر برخی از معلمان گزینه مورد نظر همسر او بوده و آقای فیاضی گزینه مورد نظر علیرضا زاکانی شهردار تهران. چون آموزش و پرورش به لحاظ سیاسی خیلی نهاد مهمی تلقی میشه، نمایندگان مجلس این نگرانی رو داشتن که آقای فیاضی یا آقای باغگلی بخوان بحث‌های سیاسی خودشون رو برای انتخابات مجلس آینده پیش ببرن و اونها نتونن به مجلس راه پیدا بکنن. برای همین از جانب اون دو گزینه احساس خطر میکردن، اما درباره آقای نوری این احساس خطر رو ندارن. با وجود مهر تایید مجلسیان به یوسف نوری، روز گذشته برخی نمایندگان از جمله نایب رئیس کمیسیون اجتماعی پشت تریبون رفتند و دلیل رأی اعتماد مجلس را نه به خاطر موافقت با برنامه‌ها، بلکه نشانه ای از همراهی مجلس با ابراهیم رئیسی عنوان کردند. از سوی دیگه به هر حال این یک رویه هست که وقتی مجلس دو گزینه وزارت آموزش پرورش رو رد میکنه، به لحاظ سیاسی و ملاحظاتی که هست معمولا باید به گزینه سوم رأی بده، حتی در مواردی اگر این گزینه از گزینه های قبلی ضعیفتر هم باشه. یوسف نوری در جلسه روز یکشنبه مجلس با تأکید بر تربیت دانش آموزان به توصیف او ولایی بر مخالفت جدیش با سند 20C یونسکو نیز تأکید کرد. همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام میکنم که سرکردگان سند آموزشی 20C در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت. سند 20C یونسکو مجموعه ای از برنامه و اهداف درباره آموزش، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و مسائلی از این دست است که رهبر جمهوری اسلامی آن را وسیله‌ای برای نفوذ به گفته او دشمنان دانسته است. ابراهیم رئیسی هم اواخر شهریور امسال اجرای این سند در ایران را برای همیشه لغو کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.